بینندگان عزیز سلام، با مهمترین خبرها از 8 صبح خوش آمدید. امروز یک شنبه دهم سرطان 1403 خورشیدی است که با 30 جون 2024 میلادی برابر می شود. نخست سرخط خبر. میزبانی از گروه های تروریستی در افغانستان. گزارش تحقیقی 8 صبح نشان می دهد که طالبان با القاعده و تی تی پی در غزنی 4 شهرک می سازند. دیدارهای حاشیه‌ای طالبان و نمایندگان برخی از کشورها در قطر. شورای مقاومت میگوید نشست دوحه بدون مشارکت جریان‌های سیاسی افتضاح است. اعتراض و اعتصاب کاری کارمندان زن در 4 شفاخانه پایتخت. کاهش بی‌پیشینه معاش کارمندان زن قابل قبول نیست. حملات هوایی روسیه بر شرق اوکراین. 12 تن کشته شدند. و قهرمانی هند در رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوره کریکت. مشروع اخبار. در حالی که طالبان بارها ارتباط با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده را رد کردند، روزنامه 8 صبح به اطلاعات دست یافته است که نشان می‌دهد طالبان در ولایت غزنی در حال ساخت و ساز یک پایگاه مجهز با داشتن خانه‌های رهایشی در منطقه ملک الدین ولسوالی ناوه برای شبکه القاعده و 3 شهرک برای تحریک طالبان پاکستانی در ساحه دشت باغ عطار ولسوالی قره‌باغ، دشت کابلی ولسوالی واعظ و کوتل روزه در حومه شهر غزنی با امکانات و تجهیزات مدرن هستند. این شهرک ها افزون بر خانه های رهایشی، مدرسه های بزرگ دینی و خوابگاه های مجهز نیز دارند و کار برخی از آنها تکمیل شده است. افزون بر این، اطلاعات دیگر حاکی از آن است که حاجی فرقان غوری فرمانده جبهات نظامی جنبش ترکستان شرقی و عضو ارشد القاعده در منطقه شیرپور کابل در مهمانخانه سراج الدین حقانی وزیر امور داخله طالبان به سر میبرد. این در حالی است که این گروه بارها ارتباط و میزبانی از گروه های تروریستی را انکار کردند. همزمان با ادامه دید و بازدیدهای هیئت طالبان با نمایندگان شماری از کشورها از جمله روسیه، هند، پاکستان، ایران و ازبکستان در حاشیه نشست سوم دوحه، این نشست به دلیل عدم اشتراک نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان در آن با انتقادهای فراوان روبرو شده است. شورای مقاومت برای نجات افغانستان در پیوند به این نشست گفته که برگزاری این نشست بدون مشارکت جریان‌های سیاسی و مدنی افتضاح است. این شورا روز یکشنبه افزوده که محتوای این نشست به شدت ضعیف است و ساختار آن در مغایرت با اصول سازمان ملل قرار دارد. افزون بر این، دست کم 3 تن از فعالان حقوق زن که به این نشست دعوت شده بودند در یک حرکت اعتراضی از اشتراک در آن خودداری کردند. روز نخست نشست دوحه، لحظات پیش در هتل ریتز کارتلون دوحه با حضور نمایندگان طالبان و برخی از کشورها و سازمانها آغاز شد. پس از دستور رهبر طالبان درباره این که معاش تمام کارمندان زن ادارات این گروه 5000 افغانی تعیین شود، کارمندان زن در شفاخانه های استوماتولوژی صحت طفل شیخ زاید و وزیر اکبرخان کابل به دلیل کاهش معاششان از سوی طالبان دست به اعتصاب کاری زدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که برخی از دکتران زن که لباس سفید بر تن داشتند روز شنبه در مقابل این مراکز صحی تجمع کردند. آنان با انتقاد از تصمیم رهبری طالبان مبنی بر کاهش معاششان گفتند که 5000 افغانی دستمزد حتی برای ابتدایی ترین مخارج زندگی آنها ناکافی است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. 14 جوزا ریاست عمومی اداره امور طالبان در مکتوبی گفته بود که بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده رهبر این گروه، معاش تمام کارمندان زن افغانستان پس از این 5000 افغانی تعیین شود. این تصمیم طالبان با انتقاد زنان و فعالان حقوق بشری روبرو شده است. مقام ها در کیف اعلام کردند که در پی حملات هوایی روسیه بر شرق اوکراین دست کم 12 تن کشته شدند. این حملات روز شنبه 29 جون انجام شده است. اسوسیشن پرس به نقل از وادیم فلاشکین والی دونتسک گزارش داده که در 24 ساعت گذشته جنگنده های روسی 13 بار بخشای از این منطقه را بمباران کرده است. بر اساس این گزارش، دامنه درگیری ها در خط مقدم جبهه شرقی اوکراین افزایش یافته است و روسیه تلاش می کند با حملات هوایی منابع نظامی اوکراین را کاهش دهد. والی دونتسک گفته است
که 5 تن دیگر در پی حملات هوایی ارتش روسیه در این منطقه زخمی شدند. همچنان ایوان فدروف والی ویلنیانسک نیز اعلام کرده است که در پی حملات روز شنبه 29 جون نیروهای روسیه بر این منطقه دست کم 7 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها افزودند که شماری از افراد هنوز در زیر آوار ناپدید هستند. تیم ملی کریکت هند در دیدار نهایی رقابت های جام جهانی 20 آوره تیم شکست ناپذیر افریقای جنوبی را مغلوب کرد و برای دومین بار قهرمان این رقابت ها شد. دیدار نهایی این رقابت ها شنبه شب 29 جون با تفاوت 7-2 به نفع هند پایان یافت. در این دیدار که بازیکنان هند نخست توپزنی را آغاز کردند، آنان در 20 اوور بازدست دادن 7 بازیکن 177 دوش را برای تیم ملی کریکت افریقای جنوبی هدف تعیین کردند. در ادامه تیم ملی کریکت افریقای جنوبی در 20 اوور بازدست دادن 8 بازیکن تنها توانست 169 دوش را انجام دهد و بازنده این دیدار شد. بار نخست هند در سال 2007 قهرمان رقابت‌های جام جهانی 20 اوور شده بود. بینندگان عزیز، این بود تا این دم مهمترین خبرها. از همراهیتان سپاس.